گردشگران را به طور کلی میتوان به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد. کسانی که هدفشان از سفر کردن به نقاط دیدنی جهان، تماشای مناظر طبیعی و آثار هنرمندان مختلف و رسیدن به آرامش است و عده‌ای که قصد دارند ماجراهای هیجان انگیز را تجربه کنند. در این بین دسته دوم معمولاً با خطرات و تهدیدهای جانی بیشتری مواجه هستند و باید نکات ایمنی را با دقت بیشتری رعایت کنند. کوه اورست، نپال. فتح قله اورست آرزوی هر کوهنوردی است، اما اکثر افراد هیچگاه به بالاترین نقطه بزرگترین کوهستان جهان نمی‌رسند. در حقیقت بیش از 300 کوهنورد در 6 دهه اخیر جان خود را در هنگام تلاش برای صعود از این کوه از دست دادند. تهدیداتی نظیر خستگی شدید، بیماری در ارتفاعات به دور از تجهیزات، تغییرات ناگهانی شرایط هوا، وزش بادهای شدید و همچنین بهمن‌های سنگین جان کوهنوردها را در طی این مسیر تهدید می‌کنند. همچنین در صورتی که افراد جان خود را از دست بدهند، جسدهایشان در کوهستان باقی می‌ماند، زیرا برگرداندن آنها بسیار خطرناک بوده و همچنین گران تمام خواهد شد. رودخانه ادلاید، استرالیا. در شمال استرالیا، رودخانه ادلاید یک مکان پرطرفدار برای شکار پرنده، قایقرانی و همچنین ماهیگیری است که متأسفانه کوسه‌های نر بسیار بزرگی نیز در آن زندگی می‌کنند. بیشتر افراد بومی این منطقه نگران حمله کروکودیل‌های غول‌پیکری هستند که در این محل زندگی می‌کنند. البته ناگفته نماند که حمله تمساح تا کنون در رودخانه ادلاید خیلی شایع نبوده است، اما در سال 2009 یک پسر بچه هنگام ماهیگیری مورد حمله تمساح قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این در حالی است که عده‌ای از قایق‌های توریستی نیز در گذشته مورد حمله این تمساح‌ها قرار گرفتند. یکی از بدنامترین و خطرناکترین این کروکودیل ها مایکل جکسون لقب گرفته است و در تاریخ زندگی خود موجب جراحات جدی شده و حتی یک ماهیگیر را در سال 2014 کشته است. دریاچه جوشان، دومینیکا. این دریاچه یکی دیگر از مکانهای بسیار خطرناک برای شنا به شمار می آید. حباب‌ها و رنگ آبی این دریاچه به همراه چاشنی ابرهایی که روی سطح آن ایجاد شدند، نظر هر توریستی را به خود جلب می کند. اما نزدیک شدن بیش از حد به این مکان می تواند به یک اشتباه غیر قابل جبران تبدیل شود. در واقع در برخی از قسمت‌ها دمای آب این دریاچه به 197 درجه فارنهایت نیز می رسد. ممکن است بپرسید وسط دریاچه چه دمایی دارد؟ اما دانشمندان برای این سوال تا کنون جوابی به دست نیاوردند، زیرا تحقیق در مورد آن بسیار خطرناک است. وسط این دریاچه عملاً در حال جوشیدن است، بنابراین پیشبینی می شود دما حتی بیشتر از 197 درجه باشد. اگر قصد از دست دادن دست و پایتان را ندارید، به شما توصیه می کنیم حتماً از این دریاچه جوشان فاصله بگیرید. پارک ملی دره مرگ، کالیفرنیا. شاید حتی نام این پارک به قدری برایتان ترسناک بیاید که دوست نداشته باشید به آن نزدیک شوید، اما جالب است بدانید هر سال نزدیک به 1 میلیون بازدید کننده به این منطقه رفته و از این تجربه لذت می‌برند. آسمان شب این پارک چشم‌هایتان را با ستاره‌های درخشان خود نوازش می‌دهد، اما دلیل اینکه نام این پارک را دره مرگ گذاشتند به این خاطر است که در طی سال‌های پیاپی عده زیادی در آن کشته شده و یا حتی ناپدید شدند. دمای این منطقه به 134 درجه فارنهایت هم می‌رسد و اغلب دارای آب و هوای گرم و شرجی است. مسیرهای ایزوله شده و همچنین نواحی چالش برانگیز این پارک آن را به مکانی خطرناک برای بازدیدکننده‌ها تبدیل کرده است. در 15 سال اخیر بیشتر از 12 نفر در این پارک به دلیل گرمازدگی کشته شدند. ساحل هاناکاپای، هاوایی. این ساحل با داشتن آب‌های تمیز و سواحل گرم و شنی وسوسه انگیز خود، یکی از خطرناک‌ترین لیست امروز به شمار می‌آید. هاناکاپای در امتداد ساحل ناپالی قرار گرفته و همچنین شاهد قدرتمندترین موج‌ها و جریان‌های شکاف در این منطقه هستیم. اگر هوس کنید در این دریا شنا کنید، برگشتن دوباره به ساحل خشک بسیار برایتان سخت خواهد بود، زیرا نزدیکترین و ایمنترین ساحل حداقل 6 مایل با شما فاصله دارد. تا کنون 15 نفر در این دریا غرق شدند. سرزمین فرشته ها، یوتا.
سرزمین فرشته‌ها در پارک ملی زیون در جنوب غربی یوتا واقع شده است. این قسمت در واقع قدمت دیرینه دارد و توریست‌ها و صخره‌نوردهای بسیاری را به خود جذب کرده است. از سال 2004 تا به حال 8 نفر به علت سقوط در این منطقه جان خود را از دست دادند. ساحل بوا ویاگم، برزیل. این مکان مقصد نهایی برای افرادی است که به رفتن به ساحل و البته کوسه‌ها علاقه زیادی دارند. 56 حمله کوسه بین سالهای 1992 تا 2012 گزارش شده که یک سوم آنها به مرگ قربانیان منجر شده است. بیشتر این حمله ها توسط کوسه های نر و همچنین کوسه های ببری بوده. این ساحل به قدری خطرناک تلقی می شود که هیچ غریق نجاتی در آنجا به فعالیت نمی پردازد. خب دوستان، ممنون که تا آخرین برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردید حتما برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که برای دیدن برنامه های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.